درود بر شما دوستان گرامی آراد هستم و با چهاردهمین قسمت از تست های آزمون لایف این دیو همراهتون هستم امروز چهاردهمین تو این ویدیو چهاردهمی رو کار میکنیم و پس از اون یه سری صحبت ها دارم در رابطه با اینکه چجوری امتحان رو تست بک کنیم چیا با خودمون ببریم سر جلسه و مطالب دیگری که باید بدونیم پیش از اینکه اون مکان تستمون بریم همه اینها رو توی ادامه کار خواهیم داشت پس بریم با تست و چهاردام تست رو انجام بدیم به حال مطالب زیادی رو از پیشتر از تست های دیگه یاد گرفتیم اگر مرحله به مرحل جلو اومده باشیم و امروز دیگه نوبت تمام کردن تست هست بریم ببینیم چه میکنیم اوکی پرسش اول رو داریم که When is Saint Patrick's Day celebrated? خب uh, در رابطه با این توی پرسش پیشتر کار کردیم واسه همین من دیگه این رو توضیحش رو میذارم uh, به حساب اینکه پیش از این اون ویدئو رو دیده باشیم پس دیگه با همه رو آشنا باشیم Saint Patrick Patron Saint uh, Northern Ireland هستش که Northern Ireland شد uh, که کدوم روز شد؟ شد 17 مارچ درسته؟ اوکی okay. چرا نمیشه؟ آه هفدهم مارچ حالا شد اوکی یه لازم اشتباه من بود آها درست شد خیلی هفدهم مارچ هفدهم مارچ هستش کلیک میکنم و چکش میکنم کاملا درسته هفدهم مارچ سنت پاتریکس دی روز دیگه سنت های دیگر اگه میخواد بدونید حتما ویدیو های دیگر رو نگاه بندازید دیگه پیش از این روینا کار کردیم بریم دور ببینیم میگه که how are the members of the northern island parliament elected باز این بار هم پرسش نوردن آیلند هست در رابطه با پارلمان ایرلند شمالی داریم صحبت میکنیم ایرلند شمالی اعضاش رو چجوری در واقع پارلمانش چگونه انتخاب میشه چند تا عضو داشت 108 تا درسته حالا چجوری انتخاب میشه میگه که اوکی بای ا سیستم اوف proposal representation یعنی یه انتخابات نسبیه یعنی نگاه بکنم ببینن چند درصد آرا مثلا به کدوم گروه و حزب رسیده بعد به همون تعداد سیت یا مثلا کرسی از پارلمان به اون حزب داده میشه اوکی به این میگن proportional proportional یعنی نسبی با درصدیه اوکی انقدر درصد رای مثلا مال این حزب بوده پس این در صدر کرسی هم بهشون میرسه به این ترتیب پارلمان نوردن آیلند انتخاباتش به این سیستمه یه سیستمی به نام پرپورشنال رپرزنتیشن این هم در رابطه با نوردن آیلند اضافه کنیم به دانسته هامون بریم چکش کنیم که این هم درست بود مورد رو ب... بعدی رو بررسی میکنیم میگه که Who was the first British Prime Minister okay. نخستین نخست وزیر این کشور در بریتانیا چه کسی بود توی حالا وینسنت چرچیل که یکی از اون شناخته هاست و در موردش صحبت کردیم اما اینا که صحبت نکردیم سر روبرت والپول اوکی سر روبرت والپول نخستین نخست وزیر این کشور بودن که با تصویرشون هم اگر آشنا بشیم تصویرشون رو ببینیم کمک میکنه به اینکه بهتر در خاطرمون باشه ایشون فکر میکنم در سنش 68 و 70 سالگی تو این سن تو این حدودا در واقع اون تا در واقع اون سن نخست وزیر بودن و 21 سال 24 سال 21 سال 21 سال نخست وزیر بودن به هر حال اون زمان سیستم اینا دار فرق کرده و ایشون مثلا 21 سال عادی بوده مثلا چیزی عجیب غریبی نبود چون اون ابتدا بوده اما الان مثلا یه نفر دو دور هم اگر هستش نهایتا میشه مثلا چیزی بوده 10 11 سال اوکی okay. Uh, who was the first British Prime Minister شد سر روبرت والپول که با چهرهشون هم آشنا شدیم این فرد نخستین نخست وزیر بریتانیا بودن حالا uh, which of the following actresses has not won an Oscar? Okay. He, کدومی که از این بازیگران زن که اینجا نامشون اومده تا الان اسکار نبردن برنده اسکار نبودن امیلی واتسون تا الان اسکاری نبرده اوکی فکر نکنم هم دیگه ببره اوکی امیلی واتسون این چهره uh, تا الان هیچ اسکار رو نبردن و هر حال جایزای دیگه بوده که uh, به هر حال کاندید شدن اینها ولی خب تا الان برنده اسکار نشدن این نام رو با این ویژگیش خاطرمون باشه اوکی okay. بعدی رو ببینیم میگه که during the enlightenment Adam Smith developed ایدیز about ادم سمیت رو یادمون باشه به با عنوان یک اقتصاددان ایشون یه فیلسوف اقتصاد در واقع حساب میشن در دورای اون روشنفکری ایشون با ایده هایی که داد وضعیت هر حال ایده هاشم که در رابطه با دنیا اقتصاد بود اکونومیکس خب تغییراتی رو تونستن ایجاد کنن به این ترتیب این فرد چه ایده هایی رو در واقع در واقع ایده ها مدیون این آدم یا مثلا راهکارهایی که این آدم به از ذهن این آدم گذاشته بود ادم سمیت اکونومیکس اوکی پس ادم سمیت رو اکونومیکس رو بشناسیم چیز دیگری در اوتو ادم سمیت نخواهیم دید یعنی توی تست نخواهیم دید توی کتابی هم دار توضیح داره در موردش ولی شاید نیازی نباشه تا بررسی اون چنانی کرد اگه برای امتحان میخوام آماده اوکی okay. پس اکونومیکس ادم اسمیت چک خود خودشه مورد بعدی یکی که who died at the battle of Trafalgar. توی جنگ ترافلگار که چیز هو داید خیلی ها خیلی ها مردن اما توی این آدم ها حال یکی از در واقع دریا در سالار شناخته شده ترین فردی بود که حالا میشه اینجا نام برد اوکی او این هم تصویرشون در رابطه با ایشون صحبت کرده بودیم توی تستای دیگه که توی جنگی ترافلگار از بین رفت یا مثلا توی جنگ ترافلگار چه کسی در واقع در نیروی دریایی به در اختیار چه کسی بود یا تحت فرمان چه کسی بود تحت فرمان ادمیرال نیلسون این فرد بود اما هیچ وقت تصویرشون رو سرچ نکرده بودیم حالا یه چیز دیگه که شاید کمک کنه اگر این تصویر کمک نکنه ما ادمیرال نلسون رو خوب بشناسیم شاید نمیدونم شاید این تصویر خوب کمک کنه اوکی ادمین نلسونز رام این رام به این نام هستش به این شکل در واقع چیز میشه با این عنوان این برند رو داره اوکی و شاید برای بعضی از افراد این نام بهتر بتونه ادمیرال نلسون و ترافگار س... ترافگار آف ترافگار اینا رو تو حک کنه خب اینم این گزینه رو با این تصویرها یکیشون کنیم و چک کنیم Here we کاملا درست بود مورد بعدی رو برسی میکنم میگه که When is Hogmanay celebrated در واقع نامی هستش که اسکاتلندی ها به همون New Year's Eve یا شب سال نو میگن شب سال نو چه شبیه؟ سی دسامبر آخرین روز آخرین شب سال که میشه سی دسامبر میشه تو انگلیس بهش گفته میشه نیو یرز ایو و اسکاتلندیا بهش میگن هاگ مونی اوکی پس هاگ و بدونیم که یه دیگه میدونیم تاریخش این نهاشش اینم چک میکنم کاملا درسته مورد بعدی رو ببینیم Proceedings in Parliament are broadcast on television and published in official reports known as, اون مراحل که انجام میشه بحث و صحبت هایی که میشه توی پارلمان نتیجه هایی که گرفته میشه و اینها خب تو تلویزیون پخش میشه و همینطور در کتابی در واقع میشه در کتاب رپورت میشه دیگه و حال گزارش ازش نوشته میشه و این نگهداری میشه حالا این کتاب که با این نام هست این کلا این مجموعه که به دست میاد رو بهش میگیم چی هنزارد اوکی هنزارد رو با این قضیه کلا یادمون باشه هنزارد توی پارلمان هر صحبتی میشه هر بحث و چیزی که میشه نتیجه که گرفته میشه اینها به هر حال بعد ثبت بشه که اسمش از هنزارد اوکی اینم بی یاد بگیریم از این قضیه از این موضوع بریم اگر لازم هستی سرچی هم بکنیم و اینها یه بیشتر تو زنمون این هنزارد بمونه که تو این مثلا چند تا گزینه یه بزنه بیرون تو زنمون داشته باشیم چیزی ازش اوکی نکات تستنی <تصفح> این از این بریم مورد بعدی رو ببینیم میگه که which of the following is a rugby competition rugby رو میخوام این دفعه ببینیم ویمبلدون که تنیسه درسته Scottish Grand National uh, که چیز هستش سوارکاری هستش، The Ashes کریکت um, هستش، و the Six National Championship، the Six uh, the National، the six Nations Championship که uh, National نتیجه سام سپردهش میکنن سپانسرش هست. چی هستش؟ um, مسابقات راگبی هستش مسابقات راگبی هستش بین شش تا کشور برگزار میشه حالا به حال مسابقات راگبی در همه جا برگزار میشه اما این جام که هر سال هم برگزار میشه و فقط هم 6 تا کشور توش شرکت میکنن اسمش هست سیکس نیشن چمپیونشیپ به بقیه کشور رو توش نمیتونن شرکت کنن چون مال این مال این شش این کشور هستش انگلیس اسکاتلند ولز ام... انگلیس اسکاتلند، ولز، ایرلند، فرانسه و ایتالیا. این شش کشور حالا اینا رو نمیخواد از همون که دقیقا بشناسیمشون ولی خب این شش کشور توی سیکس نیشن چمپیونشیپ در واقع شرکت میکنم و بازی چی هست؟ راگبی، اوکی؟ اینم به این ترتیب. اینو یاد یادمون باشه بقیهشون هم ممکنه تست توی تست بیاد رو پیش از این کار کردیم اسکاتیش گرند نشنال رو کار کردیم گرند نشنال اگر بگی گرند نشنال توی انگلیسه اگر بگی اسکاتیش گرند نشنال خب این چیز میشه میشه اسکاتلندی دیگه اسمش روشه چک کردم بریم بعدی رو ببینیم میگه که هو پوینت li uh, life peers in the house of lords گفتیم چیز um, پارلمان که قسمت داره به نام هاوس of Lords, یه قسمت داره به نام هاوس آف کامنز که توی هاوس آف لوردز در واقع لایف پیرز از عنوان ها و اون در واقع اعضای هاوس آف لوردز هستن که اونها انتخاب شده منارکه اوکی که منارک الان کی هست ملکه الیزابت دوم پرایم مینیستر در واقع معرفیشون میکنه و دی منارک اپاینتس انتخابشون میکنه بر سر درواقع به مینشونتشون میپذیرتشون okay. پس مونارک این وظیفه رو داره لایف پیرز رو یادمون باشه اوکی okay. این هم از این چک شد درست بود مورد بعدی میگه که هو mapped the coast of استرالیا ساحل و دور اطراف کلا خاک استرالیا رو چه کسی مپ کرد نقشهش رو کشید در واقع تونست دور زد و کلا ثبتش کرد اون رو باز هم یکی از یه دریا سالار دیگه البته نه ادمیرال نیلسون در سالار دیگه به نام جیمز کوک این کار رو انجام داد جیمز کوک فردی بود که در واقع اون هم توی نشنال چیز رویال نیوی بود در واقع مقام بزرگ در زمان خودش بزرگترین مقام نیروی دریایی انگلستان بود و زمانی که در واقع مستمر داشتن چیز رو استرالیا رو دور استرالیا رو در واقع روی نقشه آورد با نقشه برداریش کرد در واقع اوکی پس جیمز کوک رو هم با این کاری که کرد بشناسیمش این هم از این بریم سراغ مورد دوازدهم What was the first war to be extensively covered by the media؟ اوکی، okay. میگه اولین جنگی که یعنی م... به شکل خیلی گستردهی با به وسیله میدیا رسانه ها در واقع کاور شد یعنی پوشش خبری بهش داده شد کدوم جنگ بود؟ کدوم جنگ بود که بهش حسابی پرداختن uh, First و Second World War اینا war نبود The Crimean War بود okay. The Crimean War The Crimean War در موردش چند موضوع هست که کلا ممکنه بیاد و یه مروری بکنیم در مورد Crimean War پیش از این صحبت کرده بودیم اگر یادتون باشه اگر تو ویدیو دیده باشین اگر نه که حالا مرور میشه Crimean War اون جنگی بود بین روسیه و امپراتوری عثمانی عثمانی اون زمان یا ترکیه امروزی این دو کشور بر سر منطقه به نام کریمیا با هم اختلاف داشتن و توی دریا سیاه و بر سر این جنگ داشتن که انگلیس و فرانسه هم توی این جنگ در واقع همراهی کردند ترکیه رو و این جنگ رو عثمانی یا همون ترکیه برنده شد این یه موضوع بعد دیگه اینکه توی این جنگ بود در واقع این جنگ بود که در واقع حالا میدیا حسابی پوشش خبری داده شد پس از اون ما مثلا جنگ جهانی اول و دوم رو داشتیم پس اونها هم اگر شدند ولی این نخستین اینجا نوشته نخستین جنگی که پوشش داده شد این بود و مورد دیگه که درباره این جنگ وجود داره که توی حالا شخصیت ها بهش اشاره شد توی این جنگ بود که اسمش چی بود توی این جنگ بود که فلورانس نایتینگل به داد زخمی های انگلیسی و البته دیگر های جنگی که توی این سمت بودن انگلیس، فرانسه و ترکیه به داد اونها رسید و خیلی ها وضعیت بیمارستان ها بسیار اصفناک بود و از آلودگی و آلودگی بیمارستان ها مجروحی از بیمارستان بیرون نمیومد تا... ولی ایشون رفتن اونجا و سیستم رو عوض کردن و پایه‌گذار اون نرسینگ امروزی میشه گفت ایشون هستن و از اینجا هم همه چیز آغاز شد این هم در ذهن داشته باشیم اگر در رابطه با این جنگ چیز دیگری پرسیده شد در موردش بیشتر بدونیم اوکی این هم از این درست بود پس پوشش خبری رو از این جنگ بدونیم حالا ویچ Monuments is located in Wiltshire. کدوم یکی از این بناها ها توی Wiltshire هستش؟ توی Wiltshire ما یه چیز داریم، یه Monuments بسیار قدیمی وجود داره به نام Stonehenge. Stonehenge، چیز هستش، اون بنایی هستش که الان رو تصویر داشته باشیم، یعنی Stonehenge، این بنا هست، احتمال داده میشه که یک مکانی بوده و حالت مکان خاص برای جمع شدن یه اجتماعاتی چیزی دقیقا مشخص نیست به چه منظور بوده و تاریخش هم تقریبی زده میشه چی بود سی حدود 3100 سال پیش این ستونهنج توی ویلچر هستش و این سنگ ها چهار متر چهار متر چهار متر خورده یعنی کمتر از 4 متر و یک دهم چهار و یک دهم مترن آره این حدودا که خب یه جوری از جای برای اون زمان که به چه ترتیب اینا رو سرهم هم کردن اوکی سون هنج و که در ویلشیر قرار داره ستون هنج رو به خاطر بسپاریم اوکی okay. این هم از این کاملا درست بود بریم بعدی رو ببینیم میگه که who was the first آرچ بیش وف وف کنتربری اوک که در واقع هد آف چرچ آف انگلند هم همون آرچ بیشوف آف هستش اه, در نخستین کسی که این عنوان رو داشت و نخستین فرد کی بود فردی بود به نام سینت اگوستین ک سینت اگوستین از روم هم بود و در واقع ام این ام موج مسیحیت رو در قرن سوم و چهارم از جنوب این فرد در واقع انگلستان کرد بعد از سمت شمال سنت پاتریک سمت ایرلند شمالی از اون سمت واردش کرد به حال سنت سنت اگوستین نخستین فردی بود که آرچ و کنتربری هم نام گرفت اوکی بریم مورد بعدیمون رو ببینیم میگه How old do you have to be to, get, to go into betting shops and gambling clubs و چند سال من باشه تا بتونیم بریم وارد مغازه مغازه اون حالا <applause> مغازه بگیم چی بگیم در واقع جایی که گمار میشه کرد و نمیدونم شرط بندی میشه کرد و اینها و چند سال سن داشت وارد شد این هم مارد همه اون موارد دیگه 18 هستش توی 18 سالگی خب همه اینها دیگه مجاز میشه، فرد بزرگسال حساب میشه و این هم باز مثل همه اون موارد دیگه مثل الکل و رای دادن و همه اینا باز شد، هشتن این هم چک میکنم درسته مورد بعدی رو ببینیم The states... Uh, the systems of government in the UK is a parliamentary democracy میگه سیستم دولت بریتانیا یک دموکراسی پارلمانیه جمله درسته یا نه؟ کاملا درسته، پارلمانیه پارلمان تصمیم گیرنده هستش تصمیمات توی پارلمان گرفته میشه و دموکراسی آره دیگه پس یه کشور دموکراتیکه و پارلمانی هم هستش کاملا درست جمله چک میکنم رو میاریم بریم بعدی اوکی okay. میگه what is the traditional food of northern ireland اوکی okay. در رابطه با این آه, کشورها گفتیم چهار گل هست باید بشناسیم کار کردیم چهار تا سنت هست باید بشناسیم کار کردیم چهار تا روز تعطیل هست که باید بشناسیم اونم کار کردیم که روزهای همون سینت ها هست حالا چهار تا خوراکم دارن ممکن الان اینجا مثلا اومد نوردن آیلند ممکنه برای شما بیاد انگلند ممکنه براتون بیاد ویلز بعد بشن احتمالا ویلز نمیاد ولی آره حالا اگر اومد چی باید بزنیم نوردن آیلند اگه اومد اگه گفت خوراک ترادیشنال اون چی میگیم ام... ام... سنتی <laughs> سنتی ایرلند نوردن آیلند کدوم هست میزنیم اولست، اولستر فرای اوکی اولستر فرای یه چیزی هست مثل همون انگلیش بریکفست یه حالت صبحونه رو دار ولی خب حالا ویژگی خودش رو دار کار نداریم بهش نام این خوراک رو یادمون باشه نوردن آیلند اولستر فرای اگه اومد سکاتلند میزنیم هگیز اوکی اگه اومد اسکاتلند میزنیم هگیز هگیز خوراک شناخته شده و سنتی سکاتلند و انگلستان اگه اومد میزنیم روست بیف اوکی روست بیف هم مال انگلستان است البته فیش اند چیپس هم بسیار شناخته شده است یعنی اگر اولیش این نباشه دومیش اونه دومیش هست اگر اولی نیست دومی هست چی گفتم و اما ویلز ویلز هم میشه ویلش کیک پس همین میگم مثلا نمیاد <تصفح> خاطر اینکه توش پاسخ و پرزش یکی هستن اسمش همینه ولش کیک پس احتمالا نیاد اما نوردن آیلند اولستر و انگلند روست بیف سکاتلند هگیز رو یادمون باشه اگه لازم هست اینا رو هم دوباره یاد داشته باشیم پیش از امتحان یه مرور بریم پاسش کنیم کلکش بکن بره اولستر <تصفح> فرای <تصفح> رو چک میکنم کاملا درسته مورد بعدی ببینیم میگه که Who was elected as British Prime Minister in 1945 در سال 1945 چه کسی به عنوان نخست وزیر انتخاب شد که کلمنت اتلی هستش کلمنت اتلی جز در واقع فکر میکنم اگه اشتباه نگفته باشم از حزب کارگر هم بود اما چیزی که در رابطه ایشون هست دقیقا اگر به سالش نگاه کنیم 1945 دقیقا سالی هستش که وینستون چرچیل در واقع نخست بودن یعنی سال آخر نخست وزیری چرچیل هست در ابتدا وینسن چرچیل بود بعد شد کلمنت انسلی کلمنت انسلی از سال 1945 تا سال 1951 نخست وزیر بود پس از کلمنت انسلی وینستون چرچیل دوباره نخست وزیر شد یعنی وینستون چرچیل دو دوره نخست وزیر بود یه بار پیش از کلمنت انسلی یه بار پس از اون یه اوکی یه چیز تصویرم از ایشون ببینیم که بهتر تو زنمون داشته باشیم یعنی پس از جنگ جهانی دوم ایشون بودن که به عنوان نخست وزیر انگلستان برگزیده شدند و یک دوره پنج ساله هم ایشون نخست وزیر بودن و بعدش دوباره وینستون چرچیل انتخاب شد اوکی این رو یادمون باشه در رابطه با این فرد و این سال اوکی okay, چک میکنم این هم درست بود به این مورد نوزام رو ببینیم میگه How many times has the UK hosted the Olympic Games uh, United بریتانیا چند بار uh, میزبان مسابقات المپیک بوده که میشه سه بار یه بار سال 1908 1948 و سال 2012 این سه دوره uh, در واقع میزبان بازی های المپیک بوده United Kingdom اوکی okay. یه بارم میزبان جام جهانی بود در سال 1966 که همون دوره هم قهرمان شد اوکی okay. ولی در رابطه اون تا حالا نیدم پرسشی بیاد ولی خب حالا چرا فقط پرسش که در موردش میاد میگی که چیز کی بود کاپیتان تیم کاپیتان تیم در سال 1966 که قهرمان شد کی بود بابی مور بود که اونم توی پرسش ها اومده اتفاقا با هم کار کردیم خب اینم از این چک میکنم کاملا درسته بریم مورد بعدی رو ببینیم میگه که Why were canals built during the industrial revolution در اون انقلاب صنعتی چرا کانال میکندن چرا راه های آبی ایجاد شد آها. کانال ایجاد شد و دلیلش هم این بود که کارخونه ها رو به شهرها وست کنه شهر... یعنی خب برحال تقریبا هر شهری توی هر شهر مرکزی و عمده ای توی اروپا و همینطور پایتخت رودخونه داره توی اروپا میشه گفت و واسه همین خیلی خوب به هم دیگه میشه واسه یعنی از راه آبی و صادرات و به راحتی بتونن از این راه انجام بدند و اما خب یه سری کانال ها زده شد توی شهرها توی یوکی برای اینکه بتونن شهرها رو به کارخونه ها وصل کنن کارخونه مثلا دور از مرکز اگر بود با یه کانال وصلش میکردن و همینطور اینکه بتونن به پورت به اون چی ام... میگن ام... بهش میگیم ام... بندر آره به بندر وصل بشن که بتونن تجارت مثلا بین المللی رو در واقع کاور کنن به این ترتیب تو link the factories to towns and cities and to اوکی okay, پس همه چیز رو اینجوری با کانال تونستم هم, هم دیگه بس کنن که کارخونه ها و شهرها و مرکز شهرها و بعدش هم بندرها برای اینکه صادرات برای چیز پرسادن و گرفتن دینال ملری اوکی okay, چک میکنم اینم دلیل این قضیه بود بریم بعدی رو ببینیم میگه که Our civil servants appointed by the government میگه که آیا ترجمهش کنم چی؟ کارمندای دولت اینجوری ترجمه کنم کارمندای دولت آیا توسط گاورمنت دولت تعیین میشن نه اینجوری نیست بر دولت تعیین کننده کارمندای دولت نیست و کارمند دولتی بلکه بر, بر اساس شایستگیشون انتخاب میشن و گمارده میشن به اون پستی که باید حالا پستی که دارن اوکی به این ترتیب اینو میزنم نو جمله پاسخش رو منفی دادیم که کاملا هم درست بود اوکی این هم از این حالا بریم سراغ مورد م... بعدیمون Here we go میگه که Which of the following countries helped Britain to develop the Concord Okay Concord اون اولین هواپیمای سپرسونیک کمرشال که دو برابر سرعت صدا سرعت داشت این محصول مشترک انگلستان و فرانسه بود اوکی okay. این هم بشناسیم پس آه... کدوم کشور بود فرانسه بود و سال 2003 هم که بازنشسته شد البته اون دیگه توی امتحان و توی کتاب نیومد اصلا اوکی کار نداریم بریم بعدی رو ببینیم درست بود بریم بعدی رو ببینیم which invention led to the development of england during the industrial revolution میگه که کدوم اختراع کدوم در نواقه... م... حالا اختراع بگیم آه... موجب آه... پیشرفت انگلیس در انقلاب صنعتی شد ستیم پاور این رو توی یه مورد دیگه باز با یک فرمت دیگه یا پرسش دیگه یه همچون فرمتی رو داشت ستیم پاور پاسخش میشه ستیم پاور اون قدرت در واقع ماشینا با ستیم پاور دستگاه تولیدی بالا رفت تولیدات بالا رفت خیلی مکانیزه شد همه چیز و تونست تولید رو بالا ببره و تجارت رو گسترش بده و این در قرن هجام و هم خیلی کمک کرد به پیشرفت کشور به ویژه از لحاظ اقتصادی اوکی این رو هم چک میکنم کاملا درسته و اما مورد 24 مورد پایانیمون میگه که who was the travel leader who fought against the romans این هم پیش از این اومده بود پیش از این کار کردیم و تصویرشون رو هم و هم دیدیم فردی بود به نام بودیکا ملکه یک قومی بود در واقع یک ترایب یا همون قوم بگیم یک قبیله که در برابر رومن ها جنگید و درس خوبی بهشون داد اما خب بعدا رومن ها اومدن و کشور رو گرفتن 400 سال هم داخل بریتانیا موندن اما اون فردی که در براشون مبارزه کرد و الان به این خاطر به خاطرها هستش و مجسمان جلوی بن مینستر هست بودی بود اوکی؟ این چک میکنم کاملا درست بود و تونستیم توی سیر یک دقیقه 24 تاش رو پاسخ بدیم 24 تا پرسش خیلی وقت زیادی داریم پنج دقیقه واقعا وقت زیادی هست براش میشه به راحتی پاسخ داد اینجا حالا ما تستار تموم کردیم حالا میتونید اگر مایل هستید بخواید یه مروری کرده باشید یه خورده بیشتر بدونید کتاب رو هم یه نگاه داشته باشید یا نه اگر بخواید میتونید دوره کنید دوره پرسش ها رو حال که پرسش های بیشتری هست منتها همینجوری تکرار یه سری از مطالبه به, به شکلها و مثلا از یه جهت دیگه ازش پرسیده و یکی دیگه مثلا دیگه این که پرسیدش رو که من با اتون کار کردم پرسش هایی هست که توی امتحان ها اومده و توی امتحان های زیادی اومده و میشه روش حساب کرد و کار کرد ولی خب اگر میخواید اطمینان بیشتری داشته باشید میخواید با آسایش خاطر این کار رو انجام بدید میتونید یه نگاه گذرا به کتاب هم داشته باشید لینک کتاب رو توی دیسکریپشن باکس زیر دی ویدیو میذارم نیازی نیست که نیازی نیست دیگه کتاب رو هم حتی بخواد خریداری کنید میتونید با دیدن با اون لینک در واقع PDF اف کتاب رو داشته باشید یه نگاه کلی هم به این قضیه داشته باشید توی ویدئوی بعدی من چگونه اینکه مثلا تست این امتحان برای چه کسی هست چه کسانی مجاز باید میتونن این تست رو در واقع باید برن تست رو در واقع این آزمون من کیا هست چه سنی باید داشته باشن برای وقتی که میرن چه چیزهایی رو باید همراهشون ببرن و خلاصه چجوری اصلا بک کنیم همه اینها رو دونه دونه کار میکنم که بد نیست دونستن اون اطلاعات اگر که چیزی براتون پرسش هست یه نگاه به اون داشته باشید اگر توی اون ویدیو هم ویدیویی که پس از این میاد پاسخ رو نگرفتید اون وقت حتما تو قسمت کامنت ها برام بنویسید تا تلاش میکنم در اولین فرصت ممکن اون رو هم براتون پاسخ اونا رو هم براتون ویدیو کنم و دیگه مطلبی نمونه با خیال راحت بریم برای این تست رو تمام کردن این اوکی اینم از امتحان چهاردهم امیدوارم که ازش مطلب یاد گرفته باشید و شما رو توی ویدیوی بعدی میبینم تا اون موقع پیروز و شاد باشید بدرود